تنظیمات به دستگاه دما رطوبت از آرتاپاروف تحت پای آر. این بچه اورجینالش چه خدمتتون آوردیم. تنظیمات خیلی ساده است. ما اینو سیم کشی کردم یه دونه بچه اورجینالش رو بردارم خامش رو نگاه کنیم. وقتی مستقیم ما اینو رو دست میگیریم سه جور سیم داریم اینجا. سمت عرصان خود سمت چپی قسمت دما سمت چپ. وسطی مستقیم میره به برق. برق 220 ولتی غیر میزه و مشی. سمت راستی هم قسمت بخار سرد و رطوبت ماست. دما مستقیم به برق. این دوتایی هم رطوبت ساز ما. فقط دقیق کنید سرش یه دونه چسبی چیده بزنید که وقتی به برق میزنیم این دستگاه 220 ولتی احتمال برق گرفتگی داره. این هم که سنسور تشخیص دما رطوبتشه. تا 1 الی 2 متر میتونید اضافه کنید اینا. من اینجا میرسیم به قسمت سیم کشی شده مو. این قسمت دما برای اینکه بهتر تشخیص داده بشه من اینو نصیادم یه دونه لام شه شما بهتر متوجه بشید. وسطی هم یه دونه اشاقی زدیم مستقیم رفته برق. با سمت راستی فعلا کاری نداریم. قسمت رطوبت هم تنظیماتش عین همینی که از اون قناه مثل قسمت دماست. پس میزنیم به برق. اگه توجه کنید دو تا اینجا رسیده. قسمت قرمزه قسمت دماست. قسمت آبی قسمت رطوبته. الان فعلا داره دمای محیط ما رو نشون میده 25 و 8. اینجا دو تا ما کلید داریم. یک کلید بالا یک کلید پایین. من توضیحات رو طبق این سریع عرض میکنم که متوجه کنال آپ و آن کاری نداریم. دقت کنید یه ذره نورش من زیاد کنم کلید رو بهتر بتونیم تشخیص بدیم. کلید بالا، کلید پایین، کلید بالا، کلید پایین. خب کلید بالا رو یک بار فشار میدیم. این تنظیم شده تو 26.5. یعنی تو 26.5 بخاری منو روشن کن. شما میتونید بزنید تو 15 20 12 10 منفی 20. حالا هر چه وقت نیاز دارین. قسمت بالا 27. تو 27 هم خاموش کن. من نیم رنج رو گذاشتم که سریعتر توضیح بدیم. تا ما بذاریم اگه 20 خاموش هم بذاریم تا 30 این تو دما رو توضیح بدیم حداقل وقت نیم ساعت این گرم و سرما بدیم بهش. پس کلید بالا رو ما میزنیم، یه دونه میزنیم، تنظیم میکنیم یا بخاری منو تو این رنجی که تنظیم میکنیم روشن کن. کلید پایین سمت تنبی هم خاموش کنه. فقط اینجا دقت کنید کلید دو وقتی میزنیم بعد یه ثانیه برمیگرده سر جای اولش. تنظیماتش رو این صورته. یه بار میزنیم سری مجدد 3 ثانیه نگه میداریم. این شروع میکنه به تشخیص دادن. الان میتونید تنظیم کنید تو چه دمایی میخواهید بخاریتون روشن بشه. من میذارم 26 بعد 3 ثانیه خودش سیو میکنه. برمیگردیم کلید سمت راستی فشار میدم مجدد دو بار. اینم تو 27 میذاریم بمونه. یعنی تو 26.5 بخاری منو روشن کن، تو 27 بخاری منو خاموش کن. این لامپ گذاشت میشه بهتر بتونیم تشخیص بدیم. الان 25.6 ما باید اینجا یه گرمایی به این بدیم که بهتر عرض کنم توضیحاتش رو. این خاموش بشه این رنج کارش ایار دستتون میاد چون بار اول ما تنظیم کردم اینو. این باید تو 27 بخاری ما رو خاموش کنه. بخاری ما خاموش شد. پس این بخاری کی روشن میشه؟ دمایی که بهش دادیم 26.5. من از این یه دونه پنکه استفاده میکنم که دما رو بیارم یه ذره پایین تر. دقت کنید 27.7 و همین رنج دما رو ما یه ذره پایین تر گرفتیم که گرم و سرمایی ما سریع تر انجام بگه. الان داریم یه پایین تر. پس باید 26.5 بخاری ما رو روشن کنه. تنظیمات ما تو 26.5. یه دونه بزنید روش مشخصه 26.5 روشن رو گذاشتیم. برگرده سر جاش. 27 خاموش رو گذاشتیم. سریع تر بود بکنه بهش. بخاری ما روشن شد. قسمت رطوبتش هم دقیقا مثل همینه. فلش بالا این رو زیاد کنم که بتونیم ببینیم. فلش بالا فلش پایین. باز یه دونه فلش بالا رو میزنیم مجدد 3 ثانیه نگه میداره. من میخوام تنظیم کنم وقتی رطوبت رسید به 37 دستگاه بخار ما رو روشن کنه. یه دونه میزنیم مجدد 3 ثانیه نگه میداریم و وقتی رسید
برپا عزیز به عرض کنم خدمت شما. حالا 60 چی خیلی زیاده، برپا 40 و 50. حالا اینجا برپا 49 میزن و وقتی رسید به 49 دستگاه بخار سردم رو خاموش کنه. برای که تنظیماتیم که روش انجام دادیم بتونیم ببینیم، یه دونه کافی روش کلیک بزنیم. تنظیم کردیم 26.5 بخاری روشن بشه، تنظیم کردیم 27 بخاری خاموش بشه، تنظیم کردیم 37 دستگاه بخار ما روشن بشه، تنظیم کردیم 49 دستگاه بخار ما خاموش بشه. حالا این 26.6 یه ذره ما مدت گرما بدیم که این 27 عرض کنم خدمت شما، لامپم برگردونم که بهتر بتونیم ببینیم که 27 این بخاری ما رو خاموش کنه. نمیزونه چون لامپی یه ذره گرمه دم اینو بالا میبره. 27 بخاری ما خاموش شد.